بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. امید است که دارای صحت و عافیت باشین. عزیزان، من باز هم محمد ویس توخی هستم، باز با یکی از برنامه های هراتگردی در خدمت شما هستیم. عزیزان، نوبت این هفته برنامه ما است معرفی کهندش یا زادگاه خواجه عبدالله انصاری پیر هرات و یا زیارت شاهزاده ها که معروف است. بریم این منطقه و این آبده رو به شما معرفی میکنیم. امید است آخرین برنامه با ما باشیم. کهندش یا مسرخ همین جایی است که فعلا ما در او قرار داریم. و این منطقه در سمت شمال، دقیقا در سمت شمال قلعه اختیارالدین یا در سمت شمال بیرونی شهر قدیم هرات موقعیت داره. سر قدامت از این بعضی ها اختلاف نظر دارن. بعضی از محققین میگن که قبل از قلعه اختیارالدین یا ارگ هرات کهندش ساخته شده بوده، بعضی میگن که اول ارگ هرات ساخته شده که مجموعه مسکونی بوده و بعد کهندش ساخته شده. به هر حال اختلاف نظر در این مورد وجود داره، ولی ما همه قدر می توانیم به شما بگوییم که قریه کهندش در اطراف این هم یک جدار بسیار عظیم وجود داشته و این هم یک مجموعه مسکونی بوده، یک مجموعه بوده که خانه ها در وسط این بوده و اطراف از این جدار داشته یا دیوار داشته که بعدها به طول تاریخ رفته رفته از بین رفته و خانه ها تبدیل و زیارتگاه شده و فعلا خود شما به چشم سر مشاهده می‌فرمایید. و همچنان شایان ذکر است که و شما هم گفته شود که محل تولد پیر هرات شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری هم در همین منطقه بوده. در اینا بلندی ها و پستی هایی که شما می‌بینید این شکل بوده که خانه ها در این منطقه وجود داشته که خانه ها لمبیده یا از بین رفته یا مخروبه شده و به مرور زمان تبدیل به قبرستان شده. یکی از این خانه ها زادگاه خواجه عبدالله انصار از پیر هرات. محل زادگاه شیخ الاسلام پیر هرات خواجه عبدالله انصاری است. یک اتاقی است که تقریبا 8 پله میخوره و 8 سینه میخوره که به پایین میریم و 2 متر و 35 سال از سطح پایین تر است و اتاقی است 2 متر در 2 متر. Sorry.
حاج عبدالله انصاری پیر هرات به تاریخ دوم شعبان سال 396 هجری قمری در قریه کهندج یا مسرخ هرات که همین مکان فیلی می باشه چشم به دنیا گشوده و به تاریخ دوم ذوالحجه سال 481 وفات میکنه و از این دنیا رحلت می نماید و مقبره پیر هرات حاج عبدالله انصاری هم در قریه گازرگاه در سمت شمال شرق شهر هرات موقعیت داره که جای مشهوری است و همه دوستداران حاج عبدالله انصاری همیشه به زیارت پیر هرات مشرف میشن و زیارت میکنن. اینجا آرامگاه شاهزاده عبدالله ابن معاویه رضی الله تعالی عنه است که در قریه کهندج موقعیت داره. در سمت ورودی قریه کهندج از طرف خیابان هرادی ها سرک مناره ها اولین زیارت و گنبد عظیمی که به چشم میخوره زیارت شاهزاده عبدالله ابن معاویه است و زیارت دوم که اندکی بالاتر است زیارت شاهزاده قاسم ابن امام جعفر صادق است که هر دو زیارت در این منطقه در شهر هرات هر دو زیارت مشهور به زیارت شاهزاده ها هست و همین منطقه کهندج هم فعلا به نام شاهزاده ها مشهور است و زیارت شاهزاده ها هست. عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر طیار در سالهای 129 یا 134 هجری قمری در سال 706 هجری قمری سلطان محمد کرد که از سلاطین غور است بر سر تربت این بزرگوار گنبد عالی بنا نمود که تا همین اکنون پابرجاست. به این گنبد که شما مشاهده می فرمایید در سال 706 هجری قمری ساخته شده. بعد این گنبد به شکل هشت‌سیلی هست، به شکل هشت‌سیلی ساخته شده که در سر هر سیل خود یک ایوان دارد. Thank you.
در زمان سلطنت سلطان حسین بایقرا بنای مذکور بنای حازا همین بنا که اندکی مدروس و ترمیم طلب شده بود مرمت شد. که در زمان آن پادشاه محمد کردی یا کرتی داروغه یا کوتوال قلعه اختیار الدین ارگ هرات که بود و پهلوان محمد کرتی به سال 893 هجری قمری از دنیا رفته است و در مقبره سادات که ترمیم کننده آن بود مدفون گردید. یعنی شخصی که در زمان سلطان حسین بایقرا کوتوال یا داروغه به نام پهلوان محمد کرتی و سال 893 هجری قمری وفات میکنه و او کسی بود که همیره به امر سلطان حسین بایقرا میسازه و ترمیم. در این گنبد بجز عبدالله بن معاویه ابن جعفر طیار اشخاص دیگری نیز مدفونند، مانند امیر حسین سادات غوری صاحب نصحت الارواح و سید سراج الدین بلخی و مولانا حسام الدین عبدی، غیاث الدین فضل الله و میرزا عبدالرحمن حسینی خطاط مشهور هیروی. این اشخاص هم که نامشان برده شد در جوار این بزرگوار در زیر همین گنبد مدفونند که بعضی از قبرهایشان مشخص نیست و به مرور زمان از بین رفته یا برطرف شده. بالای سر و پایین پای مقبره حضرت سید عبدالله دو عدد لوح عالی از سنگ مرمر نصب است که شما به تصویر مشاهده می فرمایید که به امر مرحوم سعدالدین خان نایب الحکومه هرات به سال 1307 هجری قمری ساخته شده است. کاربندی ها یا مقرنس شکل ها و کاشیکاری ها و نقاشی هایی که شما میبینید اکثرا در دوره تیموری ها و در زمان سلطان حسین بایقرا ساخته میشه که در او زمانی گنبد عظیم در روی عظیم مرمت صورت میگیره که اندک متروک شده بود و میبینید که هنوز هم پاورجا هست و زیبایی و درخشش خاص خود را داره و این خود هزی
هنر هیرویان است، هنر مردم هرات است که مردم هرات چی هنر داشتند و چی هنر دارند. اینا یک سند است، یک ثبوت است که ما به جهان و بیرونی ها نشان بدهیم که هیرویان دارای هنر بودند و دارای هنر هستند. انشاءالله خواهند بود. در سال 1325 هجری قمری در زمان شهید مرحوم شهید امیر حبیب الله خان، اعلی حضرت حبیب الله خان که از هرات دیدن داشته به زیارت بزرگوار مشرف میشه و گنبد ایره به حالت بسیار بدی میبینه و امر میکنه که گنبد عزیز بزرگوار مرمت کنند و برای عزیز استقامات ببخشند و عمر عزیز بیشتر بسازند که همین کار میشه که بعد از او در زمان جنگ ها مخروب میشه و از بین میره. ولی بعد از او گفتیم در سال 1996 میلادی توسط مؤسسه داکار که در اثر جنگ ها اینا خراب شده بود توسط مؤسسه داکار دوباره ترمیم میشه، ولی فعلا هم میبینیم شکاف های خطرناکی بروی دیوار های پیدا شده. البته گنبد او خوشبختانه سالم است، ولی تزینات گنبد هم طوری که شما به تصویر مشاهده فرمودین فرو پاشیده و ریخته و اینا هم شکاف پیدا کرده. امید است که زودتر با بازسازی از این آبده تاریخی ما اقدام شود.
سال گذشته انجمن باستانشناسان آلمان، کشور آلمان، به شهر هرات آمدند و کاوشکاری‌های کردند، همچنان در قلعه اختیار الدین و در کهندش، تا ببینند و قدامت و عمر این آبدان را پیدا کنند. در اثر کاوشکاری‌های اونا این خشت‌هایی که می‌بینین اینا پیدا شد. این کاملا بسته بود این منطقه. خاکا را که برداشتن دیدن که چنین خشت‌های در این جا به کار رفته، که ببینین عظمت این خشته، خشت‌های خام به ساختی به کار رفته بوده و اونا تاریخ ساختی را گفتن که در مدت 20 سال در 4 مرحله تکمیل شده، یعنی ساخت کهندش در و جدار اطراف و در مدت 20 سال و در 4 مرحله ساخته شده. باستانشناسان جرمنی از این کاوشکاری های خود نتیجه گیری کردن که این آبده قبل از اسلام ساخته شده یا در صدر اسلام ساخته شده و اینا هنوز هم مشخص نیست، هنوز هم با کاوشکاری های باستانشناسی بیشتر ضرورت داره، با مطالعات زیاد ضرورت داره که بدانیم که کهندش قدامت او بیشتر است یا منطقه قلعه اختیار الدین فیلی یا ارگ هرات، چون این هم یک مجموعه مسکونی بوده و او هم یک مجموعه مسکونی بوده. اول گفتن در تاریخ ذکر شده که اول مردم یک مجموعه مسکونی ساختن و اطراف او را دیوار ساختن برای از اینکه مهاجمین و باجگران که از بیرون تاخت و تاز میکردن بر روی مردم ما و از اونا اموالشان را به غارت می بردن و سالانه باج عقد می نمودن، اینا یک دیوار ساختن که دیگر باجگرا نبیاین و مهاجمین نتانن که وارد شهر اینا شوند و اموال و مواشی اینا را به تاراج و یغما ببرن. و همی رفته رفته نفوس زیادتر شد و ضرورت شد که یک منطقه دیگر هم بسازن. و بعضن میگن که بعد اول قریه کهندش ساخته میشه، بعد از او منطقه ارگ فیلی ایراد یا همون قلعه اختیار الدین ساخته میشه. بعضی میگن اول او بوده، باز نفوس که زیادتر شده، یک شهرک کوچکتر اندازه همون شهر، یک شهرک کوچک دیگری در پلوی از این ساخته میشه. و در مرحله سوم که نفوس بسیار زیاد میشه که شهر هرات را میسازن، شهر قدیم هرات که اطراف او را یک دیوار عظیم میسازن و 4 بازار داشته، انشالله به نوبت ما او ساختار او را به شما توضیح خواهد دادیم. زیارت یا آرامگاه شاهزاده ابوالقاسم ابن
امام جعفر صادق رحمت الله علیه هست و این هم یک بنای تاریخی است، یک آبده تاریخی است. بیاییم با هم اول به زیارت این بزرگوار بریم، بعدا آبده رو شما معرفی میکنیم. امامزاده ابوالقاسم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن علی بن امام الحمام حسین شهید رضی الله تعالی عنه است. سال شهادت و کیفیت آن معلوم نیست. در عصر سلطان ابو سعید گنبدی بالای این مزار موجود، ولی مشرف به خرابی بود و یا ظاهرا فرو غلطیده و بار دیگر به سال 941 یا 942 هجری قمری گنبد سر از نو ساخته شده است. گنبد مزار حضرت شاهزاده ابوالقاسم از گنبد حضرت سید عبدالله بن معاویه بزرگتر است و وسعت آن بیشتر، اما گنبد سید عبدالله زیباتر و از حیث صنعت معماری و مهندسی امتیاز بخصوصی دارد، چندان که حرم سید عبدالله را در هرات و اطراف آن نظیری نیست. لوح عالی از سنگ مرمر در سال 1307 هجری قمری به امر مرحوم سعدالدین خان نایب الحکومه هرات در بالای پا و پایین سر مقبره مبارک نصب کردید و بیت های آن از طبع مرحوم میرزا گوهری هیروی به خط زیبای محمد عمر خان بردورانی هیروی محکوک است که بینندگان عزیز شاهده می فرماید. Thank you.
عزیزان، این محل را که شما با تصویر مشاهده می فرمایید، اینجا چله خانه خواجه عبدالله انصار است که مبارک می آمدن در این مکان و 40 شبانه روز در اینجا عبادت خدای تعالی را می کردن. و دقیقا در سمت جنوب غرب گنبد آرامگاه شاهزاده قاسم ابن امام جعفر صادق قرار داره که مبارک خواجه عبدالله انصاری 40 شبانه روز همیشه سالانه می آمدن اینجا سپری می کردن. بیایم داخل از این ببینیم که چی حالت داره و چی چیز دیدنی می تانیم ببینیم داخل از این. یک اتاق است و اتاق دوم هم پیش رو است که اتاق خود چله خانه بوده و این اتاق هم کسی که به دیدن خود خواجه عبدالله انصاری می آمده. دوستان ما شما دعوت میکنم بیاین داخل. که شیخ یحیای عمار که استاد و مربی پیر هرات حضرت خواجه عبدالله انصاری بود، همواره خواجه را وصیت می فرمود که پیوسته به زیارت ابوالقاسم بن جعفر صادق رضی الله تعالی عنه برود و پیر هرات خواجه عبدالله انصاری خدمت این مزار بسیار نموده و می فرمود که در شب جمعه هر دعایی که در کهندج مصرخ کنند امید چنان است که به اجابت مقرون گردد. کفترخان یا کبوترخانه داخل کهندش در سمت شمال غرب آرامگاه شاهزاده قاسم یک کفترخانه یا کبوترخانه وجود دارد و در مورد تاریخ ساخت آن اسنادی در دست نیست، اما باید از جمله آبادی های سال 1307 هجری قمری باشد که به امر مرحوم سعدالدین خان نایب الحکومه هرات ساخته شده بود. منظور از ساخت این گونه کبوترخانه ها این است که کبوترها را تشویق و دعوت می نماید تا بدانجا نشسته و مواد فاضله خود را رها نمایند و بعد از مدتی که مواد مذکور زیاد شد آن را برای رشد بهتر نباتات و زمینهای زراعتی و کشتزارها می ریختند. ساخت این گونه کبوترخانه ها بیشتر در اطراف و دهات ولایت هرات در قدیم رایج بوده است و همین اکنون در اکثر قریجات و دهات ولایت هرات و اطراف آن از این گونه کبوترخانه ها یا موجود است و یا بقایای آن به نظر می رسد. و در اینجا چون کبوترهای زیادی وجود دارند و برای این که به ساختمان ها و محل آرامگاه های شاهزاده ها لانه نسازند و به ساختمان ها آسیبی نرسانند کبوترخانه ساختند تا کبوتران بدانجا لانه بسازند و همچنان از مواد فاضله آن برای
تقویه نمودن اراضی اهالی منطقه استفاده کنند. صحنه کهندش مسرخ هرات می باشه که روز تماما اینها خانه های مسکونی بوده، خانه های رهایشی بوده که به مرور زمان تبدیل به قبرستان و یک مخروبه شده. و خود شما به چشم سر مشاهده می فرمایید که بجز قبرها، بجز قبرستان، بجز اموات دیگر چیزی در این کهندش وجود نداره. عزیز بیایم با هم بریم از بیرون کهندش نما و جدارهای کهندش را تماشا کنیم، ببینیم که از داخل شهر و از اطراف کهندش چگونه معلوم میشه و چی یک نمای داره. با هم بریم ببینیم.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه هراتگردی ما در این هفته. امید است مورد پسند و علاقه شما عزیزان قرار گرفته باشه و کم کم با آخر برنامه نزدیک میشیم. و قبل از خدافیزی میخواییم با شما ایمیل آدرس برنامه را بگویم. ایمیل آدرس ما هست herat_tourist@yahoo.com و شما را به خداوند یکتا میسپاریم. همیشه با ما باشین. برنامه هراتگردی و شما تمام نقاط تاریخی و نقاط دیدنی و جاهای دیدنی را و شما معرفی میکنیم از طریق برنامه خود شما، برنامه هراتگردی. تا برنامه دیگر و تا درود دیگر، بدرود، زنده باد افغانستان.